آه راستی آهو جون، یالچین برگشته، چشمت روشن. ممنون عزیزم. میگن باید گربه رو دم هجله کشت. میگم با توجه به اینکه آقا یالچین برگشته این موضوع نامزدی رو حل کنیم، چطوره؟ نوران جون، میدونی که بابام در این باره تصمیمش قطعیه. آستین هنوز درس میخونه، میگه الان وقتش نیست. منم نمیتونم رو حرف بابام حرفی بزنم. آیه عزیزم، میدونم آقا فهمی بابا بزرگ آسینه، ولی هم پسر و هم دختر مال ماست دیگه، نه؟ یعنی به نظرم بعد اینکه پدر و مادر راضی باشن، آقا فهمی هم راضی میشه دیگه. آها، ولی اگه میگی ما راضی نیستیم، ما ازگو رو نمیخوایم، اون وقت قضیه فرق داره. آیه این چه حرفیه نوران جون؟ میدونی که چقدر ازگو رو دوست دارم. نه آیه، به خدا نزدیک بود ازت دلخورشم که پسرمو پس زدین آهو جون. باش عزیزم، پس تو درباره این موضوع با یالچین حرف بزن. با یالچین حرف میزنم. فهمیدم تو نگران آقا فهمی هستی. نگران نباش عزیزم، یعنی به مرور زمان قبول میکنه. خب ما هم که نمیگیم همین امروز باید همه چی حل بشه، نه؟ فعلا نامزد کنیم، بعد اینکه آسین دانشگاهشو تموم کرد به نوبت جشن نامزدی و عقدو انجام میدیم. فکرشو بکن، هم عروسی و هم فارغ التحصیلی. بعدش هم ازگور الان اوضاش خیلی خوبه، خیالت راحت، هم درساشو خونده هم داره کار میکنه. پس چی میمونه؟ یه ازدواج موفق. راست میگی، بذار نامزد کنن. درست شد، میمونه ازدواج که اونم حل میشه عزیز دلم. ببین برات کوکی دارچینی درست کردم. آی عاشقش. از کجا عکس برداری رو شروع کنیم؟ فرقی نداره، هر جا دلت میخواد. خوبه، پس بریم ساختمون ساحلی، اینطوری آفتابم از دست نمیدیم. خودت بهتر میدونی من به اندازه تو ذوق و شوق ندارم، برای اینکه بابات ناراحت نشه این کارو کردم. البته نتونستی امروز بری شرکت سر کار. توی شرکت کاری نداشتم چنور، این حرفا رو از کجا در میاری؟ پس چرا اینقدر به خودت رسیدی؟ کجا به خودم رسیدم؟ تو منظورت چیه ها؟ منظوری ندارم. از تو با تلفن حرف میزنی و داری پیام بازی میکنی، مشخصه با یکی قرار داری. من قرار مرار ندارم چنار، نمیفهمم این کجا بیا به جز لباسای من مشکل دیگه ای واسه خودشون نداره. به نظر تو مشکل داری دنیز؟ به نظر من تو داری. حتی تعریف کن ببینم چه مشکلی داری که راحت‌تر به کارمون ادامه بدیم. بگو دیگه. مگه مشکلی بزرگتر از تو هست؟ پس اینطوریه. همینطور. خوبه، پس خدا مشکل دیگه ای بهت نده. آمین. باشه باشه، فردا پس منتظر چهره‌های جدید هستم. باشه، روز بخیر. اینا هم اوکی شدن. این هم پرونده مانکنه‌ایه که ما باهاشون کار کردیم. اینجاست، اینجا بوده. ببینم کیان، ابرو خیلی غرغر میکنه، اصلاً وقت نداره. اوف سنم، چرا این کارو قبول کردی؟ فقط چون مرد پاشا میخواد؟ آره رسمان همه یه کارا رو ریخ رو سر من. بگذاریم بابا، ولی من خیلی خوب میدونم باها چی کار کنم. مرد ملتم جوشگون، الان فهمیدم چی کار کنم. مرد، یه کاری باهات میکنم که مادر تو رو از فرزند خوندگی رد کنه، فهمیدی؟ الو ملتم جون، چطوری عزیزم؟ وای سل، دیوونه شدم. من خسته شدم، میرم یکم هوا بخورم، اعصابم خورد شد. نه ببخشید، نمیتونی هیچ جایی بری جاله جون. اون وقت چرا؟ خب هنوزم میخوام مربا درست کنم. ببین من پرتقال و نارنج شستم، رو میز آشپزخونه است، بی زحمت اونا رو پوست بکن. وای آیسل، کسی تو رو ببینه فکر میکنه تو یه جای دور افتاده و کوهستانی زندگی میکنی، نه ازمیر. یواش یواش انجام میدیم بابا، چقدر عجله داری. آیی جاله جون، تو رو خدا کمتر حرف بزن،
یکم بیشتر کار کن. من تنهایی نمیتونم این مرباها رو درست کنم. تازه میوه هم خراب میشن. اوف 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 اوف. من واسه تهیه جایزه خودم اینقدر وقت نذاشتم. آیش. سلام داداش زکی. بچه اوکت خوش اومدی. بفرما بشین. داداش وقت ندارم. راستش من واسه یه چیزی اومدم. یعنی اگه ماشینتو نیاز نداری رانندگی کنم. والا شوکت، صاحب ماشین فوراً یه راننده گرفت. توی ایسکام دیگه تاکسی خالی نیست. یعنی خالی نیست؟ ولی یادت باشه اگه خالی شد چه شب چه روز فرقی نمی کنه، میام کار میکنم. باشه شوکت، حالا یه چایی مهمون من باش. داداش ایشالا یه وقت دیگه باشه. دستت درد نکنه. ممنون. خدافظ. خیلی خوب. روز بخیر. ممنون. خواهش میکنم. من میرم اونور، از اونجا عکس میگیرم. اول اینجا رو باید تموم کنیم، بعد سراغ اونجا میریم. دنیز، اون زاویه ها به دردمون نمیخوره. چرا؟ نور برعکسی، نمیبینی؟ به نظرم تو برعکسی. نفهمیدم. صبر کن. به نظر من این زاویه کاملا درسته. چنان نباید ساختمونه پشتی میافتاد. باشه فهمیدم، هر طور تو میگی قبوله. چون من میگم نه دنیز، درستش همینه. حالا اگه میخوای که حتما از اینجا عکس بگیری، یه انعکاس بذاریم بهتره. بعد هر طوری که میخوای عکس بگیر. باشه پس همین کارو میکنیم. ببین، تو برو اونجا. آره دقیقا اونجا. چرا اون وقت؟ از تو منعکس کننده یه بهترم پیدا میشه. از صبح تا حالا چه قشنگ عصبانیت تو به من منعکس میکنی. سلام ملتم جون، خوش اومدی. ممنونم عزیزم. بعد عکس برداری دیگه فکر نمیکردم به هم زنگ بزنی، اما به خاطر استرس کاری همچین اتفاقاتی پیش میاد. ببخشید. اونام زیادی ناز کردن عزیزم. بگذره، من زیاد به این چیزای کوچیک اهمیت نمیدم. راستی ما چرا توی شرکت همو ندیدی؟ چون نمیخوام کسی حرفامونو بشنوه، میدونی که. اوه داستان جالب شد. بگو ببینم گوشم با توه. میدونستم میتونم بهت اعتماد کنم. همیشه. تکین خوش اومدی عزیزم. ممنونم، واسه خبرای خوبی دارم. خیر باشه. با آهو صحبت کردم، با یالچین حرف میزنه و اونو قانع میکنه. به زودی اگه قسمت باشه ازگر و آسینو نامزد میکنیم. کار خیلی خوبی کردی. پس به زودی با کجابیا فامیل میشیم. دقیقا همینطوره عزیزم. تو اون موقع بیا و زنتو ببین، 10 برابر بیشتر از آهو عد و عدوار در میارم. در بیار خانومم، حقته. این عکس توی دستت کیه؟ اگه برادر زادم. چه بچه یه نازی بوده. یعنی حقش بود که همچین بلایی سرش بیاد. خیلی زود رفت تکین. اگه نرفته باشه چی؟ یعنی چی اگه نرفته باشه؟ اگه نرفته باشه چی؟ تکین جون تو حالت خوبه؟ میدونم قبول کردنش سخته، ولی خب برادرزادتو هممون دفن کردیم. اگه اونی که دفن کردیم برادرزادم نباشه چی؟ اگه زنده باشه چی؟ یعنی چی؟ اینطوره. اینی که اینجا میبینی رو میشناسی؟ ها چی گرفتی؟ بده یه نگاهی بندازیم. هرچی لازمه اونو گرفتم چنار. چیه؟ دیگه به استعدادم هم اعتماد نداری؟
نفهمیده. چون به من اعتماد نداری، اونو میگم. گفتم منم ببینم، شاید بهتر باشه. میشه ببینم؟ پس منم ببینم. باشه. چیه؟ هیچی. چی خنده داره؟ خیلی خوب عکس گرفتی. شاید به خوبی تو نه، ولی منم از پس این کار برمیام. شکی در اون نیست. مثلا ببین زمینه این عکس اصلا شلوغ نیست. همه چی توش واضحه. اگه بدونی چطور نگاه کنی همه جزئیاتو میبینی. توصیه میکنم زاویه دیدتو تغییر بدی. مشخصه چیزایی که میبینی رو اشتباه برداشت کردی. منظور چیه دنیز؟ در مورد عکس حرف میزنم چنار. پشت شلوغه، یعنی ممکن نیست همیشه طرز نگاه تو درست باشه. گاهی عکاسای ماهرم اشتباه میکنن. دنیز؟ الان اینا اینجا چی کار دارن؟ 2 دقیقه این دختر رو تنها بذار. بذار این دختر یه نفس راحت بکشه. این دوغلاهای به هم چسبیده. این اولین کتفا که بعد از ترفیه، یعنی برای مرت خیلی مهمه. باید خودش رو به مادرش ثابت کنه. داریم از همون مرت مغرور حرف میزنیم مگه نه؟ من میگم مرت پشیز مدیر عامل شد. برای این تیم کتواک خیلی حساسه. منم تو رو به عنوان مانکن پیشنهاد میدم. خب باشه، اما مانکن شدن من چه فایده‌ای واسه تو داره؟ عزیزم تو امروز حواست کجاست؟ دارم میگم مرت مدیر عامل شده. میگم از مغزت استفاده کن و برای خبرنگار عکس جور کن. یعنی میگی بیام اونجا و مانکن بشم و تا میتونم خودم رو تو دل بقیه جا کنم؟ آره. توجه توجه توجه. پسر جوان کجابی ها با مدل معروف ملتم دیده شد. بفرمایید. بعدش؟ ولی وقتی معروف شدی منو یادت نره. مگه میشه یادم بره؟ خب الان باید چی کار کنم؟ ببین الان اینطور شد که ما... من میدونم با اتون چی کار کنم. آقا سردار، باید بیان، یه مشکلی پیش اومده. چی شده؟ راستش کامیونی که آهنا رو میاره خراب شده، توی راه مونده. باشه، من حلش میکنم. الو؟ الو؟ وصلم کن به رئیس لوجستیک. من میرم بالا، چند تا عکس از اونجا هم میگیرم. باشه برو. آی دنیز، مواظب باش. مواظبش میفتی. باشه ولم کن، من خوبم. آروم باش، اگه نمیگرفتمت بازم میفتدی. بزرگش نکن چنار، فقط پام سر خورد. در ضمن من پرنسس نیستم که منتظر باشم نجاتم بدن، یعنی به تو نیازی ندارم. خوبیم بهت نیومده. به جای تو خدا نجاتم بده خیلی بهتره. اتفاقا بعضی مواقع خوب ادای پرنسس رو در میاری. چنار واقعا حوصله یه جواب دادن به تو رو ندارم. زودتر کارمون رو تموم کنیم بریم. باشه باشه، منم خیلی کلافه شدم. مشخصه، من میرم داخل از اونجا عکس میگیرم. باشه، ولی دقت کن. تو تموم صفحه های دفتر خاطراتش نوشته ناراحتم. عزیزم جوونه دیگه، هممون از همون راه رد شدیم. اون یه مدت دیگه به چیزایی که نوشته خندهش میگیره. بیخیالی تو این دختر رو به این روز انداخته یالچین. من به عنوان مادرش به همه چیز رسیدگی میکنم. آسین دختر جوونیه، به بابا نیاز داره. تو هم یکم بهش رسیدگی کن، وگرنه اگه این کارا رو نکنیم از دستمون میره. میگم آسین تو افسردگیه. عزیزم آروم باش، آسین دختر خیلی قویه.
منم بهش بیشتر رسیدگی میکنم، باشه؟ گفتی قول یادم افتاد. امروز نوران اومد. میگه آستینو با ازگر نامزد کنیم. این از کجا اومد عزیزم؟ مگه آستین چند سالشه؟ توی زمان مناسب باش صحبت بکن، این کار شدنی نیست. فوراً جواب نده یالچین. ببین، ازگر پسر خیلی خوبیه، تحصیل کرده است، با شخصیته. برای آستین خیلی مناسبه. هر وقتم که همدیگر رو میبینن آروم میشن. تو منظورت اینه که آستینم راضیه؟ چرا اصلا در این باره به من نگفت؟ این اواخر فقط دوستن، ولی به مرور زمان آستینم میخواد. عزیزم، میگی بینشون چیزی نیست، یعنی ما به زور میانشون رو درست کنیم؟ نه به زور نه عزیزم، آروم و با لطافت حلش میکنیم. مطمئنم که نامزدی خیلی حال آستینو خوب میکنه. من دخترمو میشناسم، بهم اعتماد کن. نظر بابام راجع به این موضوع چیه؟ یالچین، باشه تو کارای شرکت بابا فهمی هر چی بگه همون میشه، ولی راجع به دختر تو تصمیم گیرنده یالچین. بابا من به این موضوع احترام میذاره. باشه، درست میگی. ما بهتر میدونیم واسه آستین چی بهتره عزیزم. بهم اعتماد کن. همه چی درست میشه. امیدوارم. زود باش بری. هنوز کارم تموم نشده، صبر کن. چند دقیقه پیش عجله داشتی، چی شد نظرت عوض شد؟ چنار دو دقیقه صبر کن دیگه. دنیز، برای گالری هنری عکس نمیگیریم که، از ساخت و ساز ساختمون عکس میگیریم. حساس نباش. میدونستم فرق بین اینا رو متوجه نمیشی. من میرم، تو رو با هنر تنها میذارم. چنار باشه، صبر کن، میام وایستا دیگه. بعدن نمیتونم واسه بابا توضیح بدم که چرا جدا جدا اومدیم. جای خیلی قشنگی هن. آیکو، برای مکان کتفاکی یه خونه سنگی پیدا کردم برای کلکسیون زمستونی. نظرت چیه ها؟ بریم یه نگاهی بهش بندازیم؟ باشه، وایستا از اینجا ببینمش. اینجا رو ببین چقدر قشنگه. اگه این گوشه رو نور پردازی کنیم میتونیم عین شومینه درست کنیم. پس میگی زمستون و عشقای شومینه‌ای تم خیلی خوبیه. میگم قبل از مراسم بریم یه نگاهی بهش بندازیم. نظرت چیه؟ میشه. عشقم، بازم که داری زیبایی خلق میکنی. تو رو توی این لباس تصور میکنم، میگم مانکن اصلی باید تو باشی. مرد، برای مکان تصمیم گرفتی؟ گرفتیم مامان، یعنی چیزه، آره گرفتم. یه عمارت تاریخی خیلی خوشگله، بعدن همه عکساشو واسهتون میفرستم ببینین. خیالتون راحت. خیلی خوبه، همینطور ادامه بدین، خسته نباشی. خیلی ممنون. مر چی کار میکنی؟ مگه چی کار میکنی؟ نزدیک بود گیر بیافتیم، دور بمون. گفتنش آسونه. خواهش میکنم، من کارمو دوست دارم. من خیلی تو رو دوست دارم. مرد، برگرد سر کارت. وای وای، کمرم مادر جون. آیسل، تو رو به خدا من راحت بذار. حتی حالشو ندارم دستم رو تکون بدم. یه هفته، فقط یه هفته میخوام بخوابم. بخواب. اگه میخوای برو بخواب زمستونی. مگه من خرسم برم خواب زمستونی آیسل؟ دستت درد نکنه. عزیزم، مگه فقط خرسا میرن خواب زمستونی؟ یعنی پروانه هست، سوسک و بقیه حشرات هم هستن، مارام که میرن. ها، فقط مونده بود به هم بگی مار، که اونم بالاخره به هم گفتی. شب بخیر خانواده ی عزیز من. خوش اومدی دخترم. آره بیا برادرزاده خوشگلم، بیا من از دست این مادر ظالمت نجات بده. شما چی کار کردین اینجا؟ میخواین به هیئت غذا بدین؟ نپرس اوکو جون،
مادر دیوونه شده. آه موقع خوردنم همینو میگی؟ پاشو پاشو اینا رو بذاریم تو یخچال. تو به من بگو حشره و مار بعد بهت کمک کنم. نه خیر بلند نمیشم. من بلند نمیشم. خب نوبتی هم که باشه نوبت توی عزیزم. زود باش تو هم نشین. پاشو اینا رو بذاریم سر جاشون بهم کمک کن. بایستم مامان جون. نپرس اویکو جون نپرس. ببین اصلا حالشو ندارم که واسه تعریف کنم ولی... به نظرم شماها خیلی خسته شدین. مامان جون من همه چیو درست میکنم. واسه تون یه قهوه‌م درست میکنم. آی والا حضرت خضر تو رو فرستاده. خدا ازت راضی باشه دخترم. زود باش الان برو عمارت ببین. آه شوکت خوش مدی. ببین میز اونجا هنوز چهار نفره نشده. برو بشین. داداش میگم میشه تو واسم 100 لیر وام بدی؟ سیستم رو که میدونی داداش، تا قبلی رو ندی جدید رو نمیشه بهت بدیم. ببین به خدا برنامه چیدم، پول تو در میارم بعدشم. من چطور بدهیمو به شما بدم؟ اهالی خونم که درگیر قسط خونه است. والا منم اینجا کار میکنم داداش. خب داداش یه کاری واسم بکن، این کارو حل کن دیگه. آه در اصل یه کاری هست، البته که بخوای بهش فکر کنی. نه داداش من دیگه نمیخوام کارای خلاف انجام بدم. آه تو هم قشنگ ما رو مافیا فرض کردی داداش. من دور این کارانو خط کشیدم، یعنی در نتیجه جونمونو از تو کوچه پیدا نکردیم که. ببین یه داداشمون دنبال یه آدم مطمئن و رو راست میگرده، یعنی اصلا کسی به تو کار نداره. نه داداش راستش من دیگه نمیتونم از اون کار انجام بدم. نگران نباش، درد سری نداره، کارتو بکن و پولتو بگی. خیلی ممنون داداش، من خودم مشکلمو حل میکنم. ممنون. خود دانی جوون، ولی میدونی که رئیسا منتظرت نمیمونم. باشه باشه حلش میکنم. برو ببینم، برو هرچی باشه بازم برمیگردی همینجا. تازه افتادی تو دستم شوکت بیارزه. سلما جون خیلی ببخشید نتونستم بیام. عذرخواهیتون پذیرفته نشد باد قهرم. زود باش ببینم چنار، الان وقتش کاریو که خرابش کردی و درست کنیم. یه عذرخواهی از ته دل. آه حداقل تو اینطوری نکن. چی کار کنم آقا فهمی یه کاری داد، منم مجبور شدم با چنار برم. به خاطر اینکه تمام روز مجبور شدیم کنار هم کار کنیم اصلا حالم بد شد. به خدا تو مگه اینطوری رفتار کنی؟ وضعیت بده. چطور خوب باشه؟ همش یه مشکل درست میکنه، انگار دنبال یه بهونه واسه دعوا کردنه. واقعا دیگه نمیشه تحملش کرد، خیلی رو مخه. به خدا اینطور نگو. میگم سلما آخه حقشه، باید بهش بگم. بعدش هم همیشه توی عمارت شرکت همه جا چنار رو میبینم. انگار سختی های ازدواج کافی نیست، برای راضی کردن اهالی خونه باید همیشه یه دختر شیرین باشه. واقعا دیگه تحمل ندارم، حتی دیگه نمیخوام قیافش رو ببینم. کاش تو اینجا کنارم بودی. اینطور که پیداست دوست عزیز من خیلی عصبی شده، بهتره ما یه بعد از ظهر همو ببینیم. خوب میشه، خیلی خوب میشه، چون اینجا یه زندگی عین جهنم دارم. با تو بودن برای من عین یه داروه. باشه پس فردا همو میبینیم. باشه پرواز میکنم میام پیشت، خیلی دوستت دارم. به من میگه برج زهره مار، خجالتم نمیکشه. مگه من با تو چیکار کردم؟ انگار زندانیش کردم. منم دنبال شما میگشتم. چیکار کردین؟ موضوع عکس رو حل کردین؟ همه چی رو به راه بابا فهمی، نگران نباش، کاتالوگا فردا به دستمون میرسه. نگران نیستم پسرم، من به شما اطمینان کامل دارم. از کارهایی که شما انجام میدین به عنوان یه زوج مطمئنم. آفرین به شما، آفرین. میبینمتون. به سلامت بابا. ازت متنفرم دنیز، همونطور که یهویی اومدی یهویی هم از زندگیم گم میشی میری. چنار حتی به پشت سرش هم نگاه نمی کنه. تا زمانی که من ناراحتم تو هم نمیتونی خوشحال باشی.
بهت نشون میدم آسین کجا بی کیه. نشونت میدم. آسین چی کار میکنی دخترم؟ درس میخونم مامان. آفرین بهت عزیزم، دختر درس خونه من. البته آسین کوجابی شدن که همه با حسرت بهش نگاه میکنن کار راحتی نیست. تو میخواستی چیزی بگی؟ دخترم بیا بشین یکم با هم حرف بزنیم، زود باش. خاله نورانت زنگ زده بود. آی تعریف کردنش از تو تمومی نداشت. آسین اینطوری عاقله، اونطوری خوشگله. بهت افتخار کردم، سرمو بردم بالا. گفت اگه عروسی مثل آسین داشته باشم میذارمش رو سرم. مامان اصلا در مورد ازگر به من چیزی نگو باشه؟ نمیتونی ازم بخوای که با مردی باشم که دوستش ندارم؟ آی فورا نه نگو دخترم. ببین دوست داشتن یه چیزه، دوست داشته شدن یه چیز دیگه. ازگر آدم خوبیه، خیلی دوستت داره. مامان نمیتونی با نوشته های پشت کامیون منو قانع کنی. اگه میگم نمیخوام یعنی نمیخوام، همین. آی آسین نگو نه دخترم. بابات هم میگه مگه میشه از ازگر داماد بهتری پیدا کنی؟ یعنی چی؟ بابام؟ یعنی با چشم باز داری میگی که برو آسین بدبخشه؟ آره همینه مامان. پس دلیل تغییر یهویی تو این بوده؟ یه لحظه باورم شد، میدونی؟ باور کردم که میتونی عین یه مامان واقعی منو دوست داشته باشی. خیلی احمقم آسین. آی بیا عزیز دلم، تو معنی زندگی منی، تنها منبع خوشحالیم تویی. چطور میتونی فکر کنی که من دوستت ندارم عزیزم؟ یه مادر بیشتر از بچهش نمیتونه چیز دیگه ای رو دوست داشته باشه. تنها خواسته من خوشبخت شدن توه. دلیل اشکای چشمتم میدونم دخترم، ولی هیچ کسی نمیتونه تو چشمای تو اشک بیاره عزیز دلم. ازگر کسیه که تو رو دوست داره و میتونه خوشبختت کنه. مامان خیلی قلبم درد میکنه. میدونم بیا عزیزم. ببین همه چیز خیلی خوب میشه. به ازگر یه شانس بده، اون تو رو خیلی دوست داره. خب نامزد میکنیم، اگه دیدی نمیشه به هم میزنیم. منم بهت نمیگم چرا تمومش کردی. ببین خواهش میکنم، ازت میخوام که بهش یه شانس بدی. اگه شانسی هم بدم عوض نمیشه. مامان قلبم درد میکنه. میگذره عزیز دلم، به هم اعتماد کن، همه چی میگذره، حتی اثری هم ازش نمیمونه. تو خیلی قوی هستی. خب دختر کی هستی دیگه؟ دختر آهو کجابی. من همیشه کنارتم عزیزم، اینو یادت نره، هیچ وقت فراموش نکن. باشه. اگه دنبال شارژرتی کشوی بالاست، میشه بگی دنبال چی میگردی؟ این لجبازی ها برای چیه؟ بگو کمکت کنم. یعنی خیلی برات مهمه؟ تو به کارت برس. هی بابا باشه بس دیگه، حالا که نمیخوای بگی دست از محکم بستن در کمودا بردار دیگه. جدی؟ مزاحمت بودم، ببخشید که جلوی دست و پات بودم، شرمنده. شب بخیر. عجب آدمیه، دیوونم میکنه.
یکم مقاومت کرد ولی آسین راضی شد. یه لحظه الان تو میگی آسینم برای جریان نامزدی راضیه؟ بهش فشار نیاوردی مگه نه؟ گفتم که قبول کرد. الان تو هم نرو باهاش حرف نزن که دو دل نشه. حالا که راضی شده این نامزدی رو حل میکنیم. با نورانم حرف میزنم، فردا پس فردا بیان خواستگاری. اگه میگی خوب میشه که برای آسین بهترین چیز همینه، میدونی که من باید به مراسم نامزدی رسیدگی کنم، میدونی که سرم شلوغ میشه. لطفاً تو هم به آسین چیزی نگو باشه. باید بدونه باباش از تصمیمش حمایت میکنه. به عنوان مادر پدر این که بدونه کنارشیم خیلی براش مهمه. درست میگی. لباسه چرا اینجوری وای میسته؟ همه چی داره به هم فشار میاره سلما. به جز چنار همه اعضای اون خانواده دارن اذیتم میکنن. دیگه نمیتونم تحمل کنم. این واسه تازه عروسا عادیه، اینقدر بزرگش نکن عزیزم. اجازه نده یه سوی تفاهم ساده همه چی رو به هم بریزه. چیزی نبود که بخواد به هم بریزه. فقط یه ازدواج سوریه، همین. دختر زندگی با چنار چیزی نیست بگی بازیه و دست کم بگیریش. اینو تو هم میدونی. فقط باید به چنار یه شانس بدی که کاری کنه بتونی ببخشیش. چطور ببخشم؟ کسی که بهت اعتماد نداره و متهمت میکنه به کارایی که نکردی رو میتونی ببخشی؟ اون به من چیزایی گفت که نمیتونم ازش به راحتی بگذرم. اگه جوری که تو میگی دوستم داشت، پس همچین چیزایی نمیگفت. برعکس، فقط یه آدمی که اینقدر عاشق باشه میتونه اینطوری پرخاشگر بشه. دنیز، چنار نتونست بی تربیتی سردار رو تحمل کنه. اگه واقعیت رو بفهمه همه چی حل میشه. حتی درست حرف نمیزنه. منم نمیتونم به زور بگم بیا تعریف کن. تازه بعد این همه اتفاقا من دیگه چجوری اعتماد کنم؟ تو هم بی خیال شد دیگه سلما. بی خودی خودتو خسته نکن. حرمت ها شکسته شد دیگه سلما. نمیشه، تمام شد و رفت. نمیشه اینطوری تمام شه. نباید تموم شه. شوکت بازم نزدیک صبح اومد خونه. خدایا خودت بنده هاتو به راه راست هدایت کن، بازم داره یه کارایی میکنه. وای آیسل، تو هم که همش نفوس بد میزنی. به نظرم اون تا صبح منتظر بوده کار تاکسی واسش جور شه. کاشکی همینجور باشه که تو میگی، ولی من قبلنم این نزدیک صبح اومدنا رو دیدم. اون موقعم سر کار بود، اما تهشو که میدونی دهنمو باز نکن. تو خیالت جمع باشه آیسل جون، داداشم دیگه از اون کار توبه کرده. مگه میشه برای خودش درد سر درست کنه؟ انشالله. باشه، من با تماس میگیرم. این چه کار سختی آخه، از صبح تا دارن با 20 تا مانکن حرف میزنم. باشه نمیگی با 20 تا زن خوشگل صحبت کردم. منو ببین، اگه ببینم حتی با گوشه چشمت بهشون نگاه کردی خیلی بد میشه، حواست باشه. اوی که واقعا این حال منو نمیبینی؟ به نظرت حالی برام مونده که با گوشه چشم کسی نگاه کنم؟ ای خدا، به خدا این وقت تلف کردنشون تمومی نداره. موهام، لباسام، آرایشم، زیپم، والا خسته شدم به خدا. نخند. باشه، شوخی کردم. خب گفتم منم یکم ناز کنم. این کار جشن تموم شه، هر چقدر خواستی اون موقع ناز کن. باشه عشقم؟ باشه، من یه طراحیمو بذارم توی برنامه، بعد میام کمکت. باشه عزیزم. سلام مرد. ملتم؟ خوش اومدی. سلام. چطوری؟ خوبم ممنون، شما چطوری؟ منم خوبم. امیدوارم مشکلی نباشه. یعنی یه هایی خبرم کردی، نگران شدم. موضوع چیه؟ موضوع شمایی داغ چنار، تو و دنیز. سوزان،
سوزان. بله آهو خانم. به دخترها بگو یه تمیزکاری حسابی انجام بدن. ست ظرفای نقره‌ای رو بدین برق بندازن. رو میزیای ابریشمی خوشگلم باز کنین. منوی غذا رو من آماده میکنم. حتی یه اشتباه کوچیکم نمیخوام باشه. خیلی خوب آهو خانم، کنجکاویمو ببخشین. مهمون رسمی دارین، طبق اون سفره رو بچینم. میخوام یه سفره شیک و صمیمی باشه. یه شام خانوادگی برای یه کار خیره. فهمیدم، اصلا نگران نباشی. برام یه قهوه پر از کف درست کن باشه. شما عجله کنین و به کاراتون برسین، زود باشین. چشم. خیلی ممنونم. اگه شما با هم لج نمی کردین، مجبور نبودی اینا رو از من بشنوی. چرا؟ دنیز هیچ کاری نکرده که دلتو رو بشکنه و هیچ وقتم نمی کنه. اگه دنیز بهش رو نداده، سردار این جسارت از کجا آورده؟ یارو تا جلوی در خونه میاد سلما. دنیز وقتی باباش توی کلانتری بود به سردار زنگ زد. نباید به شوهرش زنگ بزنه؟ بعدش من دیدم همدیگه رو بغل کردن. آی هنوز نفهمیدی چنار؟ همه عوضی بازی ها زیر سر سرداره. دنیز به سردار زنگ نزده. جلوی کلانتری اتفاقی همو دیدن. دنیز هم وقتی جلوی کلانتری دیدتش تعجب کرده. معلومه یارو موزیه. همیشه مثل کنه چسبیده به این خونواده. یه جوری فهمیده امو شوکت توی وضعیت سختیه. گفته این فرصت خوبیه و پا شده رفته کلانتری. میخواسته باباشو نجات بده و اینطوری قهرمان دنیز بشه. دنیزم چون نگران باباش بود خیلی ترسیده که نکنه باباش بیفته زندان. سردارم وقتی گفته بابا آزاد میشه دختر هیجانی شده و بغلش کرده. بعدش هم تو به جای اینکه حساب پس بگیری که چرا به من زنگ نزده، به این فکر کن که چرا من کنار دنیز نیستم. به صورت دختره نگاه نمیکنی. بعد منتظری زنگ بزنه ازت کمک بخواد. دنیز خیلی دختر مغروریه. حتی اگه میونتون خوب بود توی این وضعیت بازم پا روی غرورش نمیذاشت. حتی به منم چیزی نگفته بود. باشه قبول، حق با توه. پس این گل خریدن، هدیه خریدن و شال آوردن اینا چیه؟ دنیز اصلا مقصر نیست؟ نه چنار، دنیز هیچ تقصیری نداره. سردار گیر داده به دنیز. با احوال پرسی و گل فرستادن، با اصرار و پیام دادن. دیروز حرفاشونو شنیدم. به سردار میگفت خیلی دلم برا تنگ شده، توی امارت همش باید پیش چنار باشن. چه سرداری چنار؟ دنیز داشت با من حرف میزد. گفتی با تو؟ نه. من فکر میکردم که البته که داشت با من حرف میزد چنار. دیگه با کی میخواسته درد و دل کنه؟ تو اصلا دنیز رو نشناختی؟ به خاطر اینکه تو ناراحت نشی حتی به پیامای سردارم جواب نداده. هدیه زوری سردار رو رفته داده به اویکو، ولی طرف ولکن نیست. بیخیال نمیشه. دنیزم نمیتونه چی کار کنه، چون شریک کاریتونه نمیتونه یه جواب محکم بده. امیدوارم متوجه این باشی که جواب بیتربیتی سردار رو از دنیز پس میگیری. من اگه میتونستم اینجوریه، اگه به جای قیافه گرفتن یه بار ازش میپرسیدی، دنیز همه واقعیت‌ها رو بهت میگفت. کاش از اول همه چی رو تعریف میکرد. چطور میتونست این کارو بکنه؟ وقتی با چیزایی که اتفاق نیفتاده بود متهمش کردی. اتهام خیانت خیلی سنگینه چنار. تو غرور دنیزو شکستی. الان میگه وقتی به هم اعتماد نداره من نمیتونم ادامه بدم. خب الان باید چیکار کنم؟ انقدر باهاش بد حرف زدم که چطوری از دلش در بیارم سلما؟ ببین، قبل از هر چیزی دنیز نباید راجع به این موضوع بفهمه، وگرنه خیلی عصبانی میشه. باید بین خودمون بمونه. البته بین خودمون میمونه، نگران نباش. سلما میخوام ازت یه چیزی بپرسم. چجوری دوباره دلشو به دست بیارم؟ یعنی بریم تعطیلات یا دعوتش کنم واسه شام؟ نظرت چیه؟ اوف چنار اوف، تو چی داری میگی؟ یه جوری حرف میزنی انگار اصلا نمیشناسیش. اصلا نیازی نیست این کارا رو بکنی. یه عذرخواهی از صمیم قلب براش کافیه. مهر جون، این که باهات کار کنم و تو کار مانکنی نفر اول باشم برام یه افتخاره.
منم به خاطر اینکه بتونیم همکاری کنیم خیلی خوشحالم. راستی اینکه مدیر شدی رو بهت تبریک میگم. حتی اگه وقت داشته باشیم میتونیم با همدیگه یه جشن کوچیک واسط بگیریم اگه قبول کنی. به خاطر پیشنهادت خیلی ممنونم التم، ولی خودت بهتر میدونی که کارمون خیلی زیاده و این مراسم واقعا واسه من خیلی خیلی مهمه. اگه از این کار بتونیم سربلند بیرون بیاییم، بعدش به صورت تیمی یه جشن میگیریم. اما حواست باشه قولتو فراموش نکنی. خیلی هیجان زدم، یه مراسم خیلی عالی میشه. بعد از اینم اصلا اجازه نمیدم کسی مدل اول باشه. صبح خیر آیسل. چه خبر اول صبحی چسبیدی به کار؟ اینقدر خودتو خسته نکن. لنگ ظهر شده شوکت. خب آره، چون تو اول صبحی اومدی خونه حتما صبح و شبت با هم دیگه قاطی شده. تو این موقع کجا بودی؟ تو رو خدا میخواستی کجا باشم؟ همه ی ایستگاه ها رو گشتم تا بتونم یه تاکسی پیدا کنم، ولی هیچ تاکسی خالی نبود. وقتی کار نبود پا میشدی میومدی خونه. راستش دوستای قدیمیم تو ایستگاه نذاشتن سوپ و چای و اینا. منم که تو اونجا رفته بودم دیگه، گفتم فکر نکنن چون کارم گیره رفتم. اصلا حواسم به ساعت و اینام نبود. خب حالا این دوستات کیان؟ خب دوستان بودن دیگه. چرا اینقدر داری بازجویی میکنی؟ من کاری ندارم چی کار میکنی شوکت، ولی اگه بازم ببینم داری با اون تورگوت میگردی اون موقع نمیتونی از من فرار کنی. آخه آیسل، من با تورگوت چی کار دارم دیگه؟ تو خودت میدونی چی کار کنی. ببین آیسل، من بدهی اونو دادم، ولی تو هر دقیقه داری به روم میاری. ما داریم اون تاوانو هر ماه به بانک قسط میدیم شوکت. کافیه دیگه آیسل، بس کن تو رو خدا. من اینا رو نمیدونم. اگه بفهمم بازم داری با اون تورگوت میبینی این دفعه خیلی بد میشه شوکت. نه عزیزم، نگران نباش، من دیگه با تورگوت هیچ کاری ندارم. صبح خیر. صبح خیر جاله. صبح خیر. آره صبح شده، ولی هنوزم خیلی خستم. خب چرا؟ دیروز از بس واسه این که مربا تن نگیره و خوب در بیاد انقدر هم زدم که دستم درد گرفت به خدا. میدونم میدونم، دستت درد نکنه. خب وقت خوردنش کیه؟ هر زمان تو بخوای داداش جون، همین الان برات میارم. شوکت، من برم دست و صورتمو بشونم برمیگردم. عزیز دلم. مامان جون، من واسط یه سورپرایز دارم. سورپرایز؟ پس بگو بعد تصمیم بگیرم که سورپرایزه یا نه. اگه بهت بگم با خاله آهوت حرف زدم. مامان، دوباره میخوای در مورد نامزدی حرف بزنی؟ نه ازت خواهش میکنم این موضوع رو تمومش کن، نمیخوام قلبتو بشکنم. ولی داری قلبمو میشکنی. راستش من به خاطر این لجبازیات باید سرتو بشکنم. مثل اینکه دلت خیلی واسه دمپایی مادرانه تنگ شده. نه خب پسرم، الان سورپرایزو بهت میگم. تو و آسین رو با هم دیگه نامزد میکنیم یا همین امروز یا فردا؟ نه بله، آسینم از این نامزدی خبر داره مامان جون. ها؟ یا بازم خودتون بین خودتون بریدین و دوختین؟ اگه آسین بله رو نگه پس واسه چی ما میریم خواستگاری؟ یعنی چی؟ یعنی آسین نامزدی با منو قبول کرده؟ البته که قبول کرده، مگه بهتر از تو میتونه پیدا کنه؟ مامان ببین، تو مطمئنی؟ آخه آسین اصلا تحویلم نمیگیره. پسرم البته که مطمئنم، آسین دختره با ادبیه، یه هویی که نمیپره تو بغلت. خودشم میدونه که بزرگا این موضوعاتو بین خودشون حل میکنن، بعدشم میگن که دختران ناز میکنن. حالا ناز کردن تو واسه چیه پسرم؟ ها بالاخره پدر دومادمونم اومد. بیا تکین جون بیا، داشتم با ازگور در مورد نامزدی حرف میزدم. عزیز دل بابا، بهت تبریک میگم. خب قیافت چرا اینطوریه؟ نکنه اون دختره رو نمیخواد؟ آی پدر و پسر چقدر عجیب شدین. چرا نخواد؟ میخوای دیگه پسرم مگه نه؟ ها؟ عزیز دل بابا، بهت تبریک میگم. باورتون میشه؟ از خوشحالی میخوام برم بیرون داد بزنم تو در و همسایا بگم که ما نامزدی داریم. چی داری میگی؟ چشم میزنن بابا. آی آره تو هم راست میگی.
به چی فکر میکنی دنیز؟ تو مگه از اولش هم نمیدونستی این یه توافقه؟ من میخوام برم بالا، میرم از اونجا عکس بگیرم. باشه خوبه. آی دنیز خیلی مواظب باش. مواظب باش میفتی. دیگه فراموشش کن، اونجور که تو فکر میکنی نیست، اون فقط واسه این که نیفتی بهت کمک کرد. اگه با هم دیگه لج نمی کردیم، مجبور نبودی اینا رو از من بشنوی چنار. دنیز کاری نکرده که دلتو بشکنه، این کارم نمی کنه. نه چنار، دنیز اصلا هیچ تقصیری نداره، خود سردار به دنیز گیر داده، اصلا نیازی به این کارا نیست، فقط یه عذرخواهی کافیه. کاری میکنم منو ببخشی دنیز، این کارا میکنم. چی کار کردی چنار؟ آخه پسر تو چی کار کردی؟ خسته نباشی رئیس جون. دیگه اینجوری نگو باشه، ما با هم دیگه همکاریم اخه. ای بابا مگه من چی گفتم؟ دیگه نمیگم رئیس. باشه باشه شوخی کردم، راستی با لیله خانم حرف زدم، اون اصلا مشکلی نداره. به خاطر همکاریات خیلی ممنونم سنم، تو خیلی به هم کمک کردی. هرچند راستشو بخوای راجع به مانکن اصلی تردید دارم، ولی ملتم جوشگونه میگی؟ خب چرا؟ یعنی میدونم ملتم یکی از بهترین هاست، چهره قدیمی هم نیست. آره تو مدلینگش مشکلی نیست، ولی میدونی که پشت صحنه یکم پر درد سره. فکر میکنم حرفه‌ای بودنش مشکل ایجاد کرده باشه. ممکنه که به خاطر گذشتش اینجوری فکر کنی، ولی به هم اعتماد کن مرد. ستاره ملتم هر سال درخشانتر میشه، تازه اون تو کارش بهترینه. یعنی به خاطر درد سرای کوچیک دختره رو از دست ندیم بهتره. تازه یه عالمه کار داشت، به زور راضیش کردم. تازه اگه مشکلی هم بود لیله خانم میگفت. خیلی خوب باشه، هر جوری که تو میگی. من سنگای سفارشی رو بررسی میکنم، تو هم قرارداد مکان رو بفرست، باید قسمت حقوقی باشه. باشه فهمیدی؟ فهمیدم. خیلی خوب، خسته نباشی. در واقع تو خسته نباشی مرد. ببینم این دفعه چجوری حسابشو به لیله خانم پس میدی. الو، مگه قرار نبود همدیگر رو ببینیم؟ از وقتی برگشتی فقط یه بار دیدمت، انگار دلت واسم تنگ نشده. مگه میشه عزیزم؟ تو اولین فرصت پیشتم، بالاخره کارا که تمومی نداره. الانم با نامزدی آسین داریم سر و کله میزنیم. چی؟ آسین نامزد میکنه؟ با کی؟ با آزگور دیگه. چی داری میگی؟ کی تصمیم گرفتین؟ تو که تازه اومدی. کار آهوه دیگه. فقط کار آهوه؟ تو کجا بیا هیچ کاری بدون فکر کردن نیست. طلاق اصلا، ولی ازدواج خیلی زود اتفاق میفته. میشه بعدن صحبت کنیم، الان باید برم. امروز میایی یا نه؟ تو اولین فرصت پیشتم. داشتی با کی حرف میزدی؟ چه فرصتی؟ دوستای دوران دانشگاه بودن، گفتم تو اولین فرصت همدیگر رو میبینیم. این رسم تازه مد شده نه؟ 40 سال همدیگر رو ندیدین ولی میگین دلم تنگ شده بیا ببینمت. ببین یالچین، نباید هیچ جایی بری، چون یه عالمه کار داریم. باشه. مردی که جلوم خم و راست میشد الان تلفن رو قطع میکنه. باشه بهت نشون میدم یال چی. یال چی، تو که شعبده باز نیستی که همه زنها رو خوشحال کنی.
مردم با یکی نمیتونن سر کله بزنن، ما مسخره دست دوتشون شدیم. اوضاع چطوره؟ الان روستاییم، ولی وقتی داشتیم نبش قبر میکردیم یه مشکل پیش اومد. خب چه مشکلی؟ پلیس اومد و حکم دادگاه رو ازمون خواست. ای خاک تو سرت، اگه تو روز روشن اینجوری نبش قبر کنید خب معلومه که نتیجهش میشه این. الان میخواین چیکار کنید؟ خب مجبوریم که از راه رسمی حلش کنیم آقا تکین. من با مراجع قضایی حلش کردم. خیلی خب باشه، زودتر حلش کن. باشه آقا تکین. اوف چته تو دنیز، به خودت بیا دیگه دختر. اوف یارو اومد جلو، چیا که بهت نگفت؟ تو هنوزم چجوری نمیتونی فراموشش کنی؟ چجوری دختر؟ دنیز تو حالت خوبه؟ خوبم آهو خانم، من کاملا خوبم. چرا پرسیدی؟ این اواخر خیلی نگران به نظر میای، هم چنار هم تو. ببین عزیزم انکار نکن، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. خب درسته تو هر ازدواجی یه مشکلاتی به وجود میاد، ولی مال شما خیلی زود شروع شد، مشخص روزای عاشقیتون خیلی زود تموم شده. هرچند واسه چنار این کارا جای تعجبی هم نداره، این همیشه است دیگه. خب این این همیشه بودن چنار چجوریه؟ آی ببخشین که اینو گفتم، تو بهش فکر نکن. نه تعریف کنید آهو خانم، چون شما خیلی بیشتر و بهتر از من چنار رو میشناسید دیگه. من میخوام از شما بشنوم. یعنی نمیدونم چجوری بگم، یعنی با الا خودت میشناسیش دیگه؟ نه دوست دختر سابقش میدونی مگه نه؟ آره میدونم. رابطه اون و الا از اولش هم با هم خوب بود. الا وقتی باهاش بود از خوشحالی نزدیک بود بال در بیاره. با الا به جز یه سری بحثای کوچیک دیگه هیچ مشکلی نداشتن. اون بحثای کوچیک چی بود؟ میدونی دیگه، خب بی دلیل قهر کردن، خب چه میدونم قیافه گرفتن و اینا. الا به این رفتاراش اهمیتی نداد، ولی عکس العمل چنار به معنی از تو خسته شدن بود. بعدم که خودت میدونی جدا جدا می رفتن و جدا از هم برنامه ریزی می کردن. هممون می دونیم دیگه، وقتی فاصله زیاد بشه مردایی که خسته می شن هیجانی که از دست دادن و جای دیگه پیدا می کنن. اینا رو می دونم آهو خانم، می دونم که خیلی نگران زندگی من و چناری، ولی خیالتون راحت باشه، من و چنار با هم خوب کنار می آیم و عشق ما طوری نیست که با این چیزای کوچیک خراب بشه. آهو خانم الانم بهتره برگردم سر کارم. حتما همینطوره. به حرفایی که الان بهت گفتم کاملا فکر کن. خب دیگه خسته نباشی. چنار؟ چنار؟ سلام؟ سلام. وای از گلایی که خیلی دوست دارم، خیلی بوی خوبی میدن. ممنونم. امیدوارم دنیزم خوشش بیاد. چی شد؟ چرا یهو اینجوری شدی؟ هیچی، اگه خوشت اومده واسه تو هم میخرم، خودتو ناراحت نکن. نه من نمیخوام. مثل اینکه خبر نداری. از چی بی خبرم ها؟ دارن منو عضو رو نامزد میکنن. چه نامزدی؟ این از کجا اومد؟ از زیر سر آهو جون در اومده. از کجا میخواستی باشه؟ تو که اینو نمیخوای نه؟ به هم فرصت انتخاب ندادن، مجبورم کردن.
یعنی چی که مجبورت کردن آسیم؟ به زور که نمیشه ازدواج کرد، چی داری میگی؟ دیدی؟ ببین تو هم داری چه فکرایی در موردم میکنی؟ آسیم، این که من یا یکی دیگه چه فکری میکنه مهم نیست. مهم اینه که تو چه فکری میکنی. مهم اینه که تو چی میخوای. من همیشه کنارتم، فراموش نکن. هیچکی نمیتونه ناراحتت کنه، نگران نباش. تو خیلی خوبی چنار. هیچ وقت تنهام نذار باشه. نمیذارم کوچولو، نمیذارم. زود باش ببینم. باید برم، زود باش. باید برم این گلا رو به دنیز بدم. باشه؟ تو همه چیز منو نابود کردی دنیز. حالا منم تو رو نابود میکنم. سلام دنیز. سلام. امروز چطور گذشت؟ عادی گذشت. تونستی کاراتو تموم کنی؟ میخوای من کمکت کنم؟ هنوزم دارم کار میکنم. اگه خواهش کنم کار نکنی چی؟ چنار، دنیز، باید خیلی زود اینجاها تمیز بشه. زنده داشت، فقط چند دقیقه. البته آهو خانم، ما الان از اینجا میریم. گرفتن خیلی بهت ساخته ها. راستش نمیدونم بهم ساخته یا نه، ولی میدونم که یه عالمه کار سرم ریخته. نمیدونم مدیر عامل شدن خوبه یا بد. خوب نه، خیلی خوب شد. دقیقاً واسه همین باید جشن بگیریم. شب باید بریم رستوران ازگار. وای، هنوز در حدی نیستم که بتونم اینو رد کنم. داری چی کار میکنی؟ الان ممکنه یکی بیاد. امشبم باید مراقب باشیم. تو به هیچ کسی نگو باشه. اگه کسی هم دید، مطمئن باش رفتنمون مشکلی نداره، چون بالاخره یه عالمه آدم میرن رستوران ازگار. یا به نظرم میتونیم یک کاری بکنیم، به دنیز و چنارم بگیم. اگه کسی هم پرسید میگیم یه شام خانوادگی بود. همین خوبه. من که بهت گفتم مدیر عامل شدن خیلی بهت ساخته، پس من به آبجیم زنگ بزنم. منم به چنار زنگ میزنم. باشه. خوبه. انگار آهو خانوم درست میگه. به خدا این مرد خیلی بی‌تعادله. تا دیروز به هم نگاه نمیکرد، امروز صمیمی رفتار میکنه. امروز آقا حال و احوالمو میپرسه. به خدا تعادل منم حسابی به هم ریخت. بگم اینو واسه تو خریدم؟ نه، فکر نکنم اینجوری خوب باشه. زانو بزنم؟ مزخرف نگو. این چه کاریه دیگه؟ میشه به هم اجازه بدی؟ میخوام با خواهرم حرف بزنم. باشه، راحت باش. من میرم. آبجی جون، چه خبر؟ سلامتی، الان سر کارم، واسه همین نمیتونم راحت حرف بزنم. میرم سر اصل مطلب. شب تو رستوران ازگار ترفیع مرتا جشن میگیریم، منتظر شما هم هستیم. خب آبجی جون، میشه من نیام؟ خیلی خستم. معذرت میخوام، ولی از طرف من به مرت تبریک بگو. اعتراضتون رد شد دنیز خانم. آبجی، بعد مدت ها ازت یه چیزی خواستم، چی کار کنم؟ تنهایی با مرت بریم؟ دلمو نشکن. باشه آبجی جون، امشب میبینمت. میبینمت.
چه انتظاری داشتی؟ فکر کردی بهش روی خوش نشون میدی و اونم بعد میبخشته داره؟ میشنوم مرد. خبرشو شنیدم. تبریک میگم. تو رستوران ازگور؟ باشه میام. به ادنیزم میگم که با هم بیاییم. خوبه قول میدم. باشه میبینمت. فرصتی که تو نتونستی کائنات اوورد جلوی پات. پس از این فرصت استفاده کن. ممکنه این آخرین شانست بشه. اونا گلای مورد علاقه من بودن چنار. باید به جای دنیز واسه من میخریدی. تو دیگه چجور بلایی هستی دنیز؟ چجوری از دستت خلاص شم؟ راستش هرچی سعی میکنم جداشون کنم بازم به هم نزدیکتر میشن. هنوزم نتونستم از دنیز لعنتی خلاص شم. گناه من چیه؟ نباید تابان عاشق شدن این باشه. اوز ببین زنداداشت از یه طرف، طلبکارو از یه طرف، در هر کی رو میزنم میگه نه نه. الان تو وضعیتی هستم که هر کاری رو انجام میدم. میدونی که تو قهوه خونه کار نیست داداش، باشم به تو نمیدن، جای دیگه هم نمیشناسم. خب بازم حواست باشه، اگه خبری چیزی گرفتی به داداشت یه زنگ بزن. باشه باشه داداش. خیلی خوب، من میرم. خسته نباشی داداش. دمت گرم داداش. الو داداش ترگوت، الان شوکت اینجا بود، دنبال کار میگشت، میگه هر کاری باشه انجام میدم. خوبه خوبه، بذار بگرده. وقتی یکم چرخید برمیگرده پیش خودم. منو ببین اوز، مواده بهش کاری بدی یا بذار قشنگ کارش گیر کنه. باشه داداش. حله نمت که هم داداش. یا دیگه آخره یه کاری داداش شوکت، یه راست میای پیش خودم. آیسل، من میرم خرید. به خدا هیچی توی یخچال نداریم. نکنه بازم میخوای بری یه جای جدید؟ نه، معلومه چی داری میگی؟ چه میدونم، چون خیلی به خودت رسیدی گفتم شاید بازم میرفته تهیه. میدونی که من هنوز مجردم عزیزم، واسه همین باید همیشه مرتب باشم و عطر بزنم به خودم. تو هم چیزی میخوای؟ منم میخوام بیام. تو میخوای بیای چی کارای سل؟ از صبح داری کار میکنی، کارات عقب میمونه. بگی کاراتو انجام بده و بعدش استراحت کن. به خدا خسته شدی، من خودم آره میرم. آره از صبح تا حالا خسته شدم، میخوام برم یکم هوا بخورم. زود باش بریم. این واسه توه. فکر کردم خوشت میاد. لازم نبود. خیلی ممنونم. مرت به هم زنگ زده بود، میخوان تو کافه ازگور جشن بگیرن. میدونم، به من خبر دادن. اویکو زنگ زد و خودش به هم گفت. میری دیگه؟ یعنی میریم دیگه. مثل اینکه تو دلت میخواد بری. خب اگه تو بخوای منم میخوام.
من یکم کار دارم که باید تمومش کنم چنار، واسه همین قول نمیدم. خودتو به من وابسته نکن. باشه، کار تموم شد خبر بده. میبینمت. آبجی میاد. تو هم با چنار حرف زدی؟ آره باهاش حرف زدم. قراره با هم دیگه بیان. عالیه. ملاقات زوجان. خیلی دوست دارم. اینم خوبه، ولی خب اگه یه جور دیگه بود خیلی خیلی بهتر میشد. یعنی چی؟ میخواستی یه جایی دیگه بریم؟ نه اونجوری نه. راستش میخواستم با تو تنهایی. اینجوری واقعا خیلی بهتر میشد. تو اینطور فکر نمی کنی؟ خیر باشه، انگار خبر خیلی خوبیه. نه اصلا چیز خاصی نیست. ما آدم های خوشحالی هستیم سنم جون، چیزی نیست که تو بتونی درکش کنی. این خوشحالی خیلی طول نمی کشه اویکو جون. اوضاع اینجوری یه بارش. راستش خیلی بی خودی به دختره فشار آوردم. باید یه جوری درستش کنم، ولی نمیدونم چجوری. باید یه کاری کنم منو ببخشه. میخوام بهت بگم قبلا بهت گفته بودم، ولی الان دیگه به درد نمیخوره اصلا. واقعا که چنار، آخه چرا باور کردی دنیز بهت خیانت کرده؟ آخه مگه اونم چین آدمیه؟ نه داداش، معلومه که نیست. من از اولش هم اینو میدونستم، ولی وقتی اونا رو اونجوری دیدم نمیدونم داداش، فکر کردم چیزی که دیدم درسته. اگه سلما به هم نمیگفت شاید هیچ وقت نمیفهمیدم حقیقت چیه. خب الان میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم، اصلا نمیدونم داداش، ولی دنیز خیلی از هم دلخوره. اگه بذاره همه چی رو بهش میگم، ولی بابا نمیشه با این چیزا درستش کرد دیگه داداش. ببین چیزایی که بهش گفتی اصلا چیزی نیست که بتونه هضمش کنه. ببخشید چنار، ولی من واقعا به دنیز حق میدم اینجا. دختر هر کاری کنه حق داره. باید چی کار کنم؟ هر کاری میکنم که منو ببخشه، ولی نمیدونم چی کار کنم. باید اصرار کنی دیگه. باید الان مثل پروانه دور برش بچرخی. ببین میدونم سخته، ولی من واقعیت رو دارم میگم. اشتباه خیلی خیلی بزرگی کردی چنار. منم میدونم که اشتباه کردم داداش، ولی تسلیم نمیشم. مطمئن باش که راضیش میکنم. شاید امشب همین کارو کردم. مگه امشب چه خبره؟ تو کافه ازگور یه جشن گرفتن. اونجا یه راهی پیدا میکنم و باهاش حرف میزنم. ولی باید امشب این موضوع رو حل کنم داداش. البته اگه دنیز بیاد. آقا هر کاری میتونی بکن باشه، باید خیلی زود حلش کنی. نظر منم همینه داداش. خب حالا ببینم چی میشه. تو هم داری چه کارهایی میکنی؟ اول اون گل، الانم این جشن. یه بار به اطرافت هم نگاه کن. دورو بر تو ببین که واقعا کی لیاقت تو داره چنار. حق با توه، ببینم چی میشه. به خاطرش این همه دارم تلاش میکنم، اما هیچ چیزی عوض نمیشه. آخه چنار تو چرا از این دختر دست نمیکشی؟ فقط شام رومانتیکتون کم بود. من نمیذارم امشب بری چنار، اما چجوری؟ واسه شمام سوتلاش بیارم از این خانم. من سوتلاج میخوام چی کار؟ مگه من گفتم برام سوتلاج بیار؟ گفتم شاید دلتون بخواد. خب معذرت میخوام. برو دیگه، من سوتلاج موتلاج نمیخوام. یه لحظه، اون فندقه؟ اینا؟ آره فندقه. فندق میخوای؟ بهت که گفتم نمیخوام، برو دیگه. وای 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 وای، خسته شدم. خیلی خسته شدم، به خدا مردم. کم قور بزن جاله، دوتا پلاستیک دیگه. دوتا پلاستیک؟ کل بازار خریدی همرم دادی دست من که برات بیارم زرنگ خان. گفتم بده به من، اما خودت ندادی دیگه.
آها حتما منم نشدیدم. دفعه بعد میگم شوکت خودش خرید کنه. زود باش اینا رو ببریم تو آشپزخونه. خیلی خوب باشه، تو شروع کن. منم اگه تونستم از جام بلند شم میام و بهت کمک میکنم. امروزم که نتونستم برم امارات. نتونستم آقا فهمی جونم رو ببینم. شدم مثل سیندرلا. ولی نتونستم عین اون سوار کالسکه جادویی بشم و فرار کنم سمت امارات. ای خدا چیکار کنم؟ زود باش دیگه جاله. آی باشه، اومدم، داد نزن. پس که میخواین امشب با هم برین واسه شام؟ حالا صبر کن، صبر کن، حتما میرین. فقط وقتی من اجازه بدم میرین. با توجه به این که من اجازه نمیدم، متاسفانه نمیتونین برین. باید قشنگ له بشن که توی گلوی دنیز جونم گیر نکنن. یعنی راستش دلم نمیخواد که خفه بشه. آلرژی شد کنه کافیه. این قهوه فندقیه. آره این قهوه مورد علاقه منه. ببخشید آسین، زحمت کشیدی ولی من به فندق آلرژی دارم. حالا میبینی. ها ببینم بعد اینکه این فندقا رو خوردی میتونی با چنار برا شام بری یا نه. اینم دست از سرم بر نمیداره. میشنوم نوران جون. چطوری عزیزم؟ خوبم. نکنه دلت واسه صدام تنگ شده بود؟ واسه اونم زنگ میزنم عزیزم، ولی این دفعه فرق میکنه. میگم موافقی که امشب تو کافه ازگر با هم دیگه قهوه بخوریم؟ بعدش مادر عروس و دوماد روبروی هم در مورد نامزدی و جزئیاتش حرف میزنیم. نظرت چیه؟ فکر خیلی خوبیه. باشه عزیزم، میبینمت. باشه عزیزم، پس میبینمت. خود تو این خونه به این بزرگی وقتی این همه آدم هست یعنی چی که خرید و میدن به من؟ خدمتکار دارن اونا بخرن، خب راننده دارن اون بخره. نه همش زیر سر زنمومه. چی کار کنم؟ الو الان خونم، بعدم بهت زنگ میزنم. عشقم کی میای؟ من آمادم و منتظرم. عزیزم منم دلم میخواد بیام ولی قسم میخورم آهو یه عالم کار ریخته سرم. یه عالم خرید کردم تو دستمه، جلو در وایستادم، اما اگه حالمو ببینی حتما دلت واسم میسوزه. کی خواسته های زنم بود از خواسته های من مهمتر شد؟ ببخشید یادم رفته بود همیشه اینطوری بوده. عزیزم مزخرف نگو، مگه نمیدونی چقدر واسه من با ارزشی؟ من این حرف و سرم نمیشه. ببخشین اینو میگم، من فقط یه چیزیو میدونم، این که همیشه اولویت منم. ببین خواهش میکنم یکم درکم کن، من حتما واسه جبران میکنم. باشه بایدم جبران کنی. الو انگار قطع کرد. اوه به این راحتی ها منو نمیبخشه. آه یالچی، بازم باید واسش طلا و جواهر بخری. اوه سوزان اینا رو چقدر خوشمزه درست کرده، دقیقا لایق دهن دنیزه. خب البته نباید زحمت منم نادیده بگیرن، با فندقای له شده خوشمزه و خوشمزه ترش میکنم. چطوره؟ همینه، بدون این که مشخص باشه. خب از اینم بریزم روش.
تموم شد. به نظرم کافیه. و سیایلم واسه سرویس شما دکنم. اینم از این قاشق. قاشق بذارم. خودشه. از الان نوش جون دنیز خانم. کار من تموم شد. منم تموم کردم. خیلی خوب، بریم. ولی بهتره با هم نریم. تو اول برو، من پشت سرت میام. باشه، یه وقت موچمونو نگیرن. باشه، شب میبینمت. کاش زودتر شب بشه که بتونم صورت ماهتو ببینم. خواب میبینمت. میبینمت. روز بخیر. روز بخیر. داری میری؟ کارم تموم شد، باید برم. تو چی؟ منم دیگه دارم میرم. گوش کن چی میگم. اگه وقت داری یه قهوه مهمونت کنم، بهت یه تشکر بده کنم. تو طراحی بهم کمک کردی، منو لو ندادی. یه تشکر بهت بدهکارم دیگه. مهم نیست. یعنی الکی بزرگش نکن. من فقط کاری که درست بود انجام دادم. اشکال نداره. بازم میخوام تشکر کنم. قبوله؟ امروز نمیشه. باشه واسه یه روز دیگه. چرا؟ برنامه‌ای داری؟ جایی میخوای بری؟ نه، جایی نمیرم. خونه یه کمی کار دارم. نه، هر جور راحتی. هر وقت خودت بخوای. خسته نباشی. ممنون اوی کجون. الو مراد جون، سلام. ازت یه خواهشی داشتم. میشه بیام تو؟ ها بیا آسین. فکر کردم بهتره که یکم استراحت کنی. این چیه؟ سوتلاژ تازه ی امارات کوجابی، خدمت شما. تو چقدر به فکر منی، خیلی ممنونم. آی خواهش میکنم، نوش جونت عزیزم. تو میدونی که من چقدر اینو دوست دارم. مامانم همیشه درست میکرد، توی وعده دوتا بشقابو میخوردم. جدی میگی؟ چقدر خوب. اگه بخوای من یه کاسه دیگه هم برات میارم، اما اول اینا رو بخور. خیلی خوشمزه به نظر میرسه. آبجی سوزان اینو درست کرده؟ حتما اون درست کرده دیگه، نمیدونم. یعنی احتمال زیاد. تازه شیرینی ذهنتو باز میکنه، میتونی بهتر تمرکز کنی. خب چرا منتظری؟ بخور دیگه. یه لحظه آسین. چرا هیچ کدومتون به من کار نمیدین؟ چجوری کار پیدا کنم آخه؟ همه جا به آدم جوون نیاز دارن. مگه من چی کم دارم؟ منم جوونم دیگه. هم آدم جوون هم با تجربه میخوان. میخوان با دهنمون گنجیش بگیریم، واسهشون پشتکم بزنیم. ای خدا از دست اینا. تو رو خدا یه قرونم به همون نمیدن. این خر میخوان از همون کار بکشن که چی بشه؟ میگن یه آدمی باشه که هر کاری انجام بده. خب من مگه چی کم دارم؟ من هم دست دارم هم پا. این دیگه کی اول صبحی؟ شاید از شرکت هایی باشه که درخواست دادم. ایشالله که همونها باشه. خدایا. الو؟ الو، با شوکت یلماز حرف میزنم. بله خودمم. آقا شوکت سلام، به خاطر قسطتون تماس گرفتم. این ما قسط رو پرداخت نکردید، میخواستم یادآوری کنم. بالاخره کی پرداخت میکنید؟ به خدا این یکی شد گوز بالا گوز. آقا شوکت صدامو میشنوین؟ میشنوم میشنوم. زود باش دنیز، این همه گفتی دوست دارم و اینا، ولی هنوز سوتلاژتو نخوردی. باشه آسین، گفتم که میخورم. اگه نخوری همشو من میخورم، گفته باشم. آبجیم زنگ زد. آسین ببخشید، باید اینو جواب بدم. میشنوم اویکو. آبجی امشب میایین دیگه مگه نه؟ آبجی من یکم کارام طول کشید. دیگه بهونات قبول نمیکنم، گفته باشم میای دیگه. تموم شد رفت. خب دیگه اونجا میبینم. آبجی جون ببین، من واقعا آخ بابا قد کرد.
چی شده عزیزم؟ اتفاق بدی افتاده؟ چیز مهمی نیست آسین. خواهرم یه چیزایی رو اشتباه فهمیده. البته که مهم نیست، یعنی بین خواهرها همچین چیزایی پیش میاد دیگه، نه؟ خب بیا شیرینی تو بخور، حالت بهتر میشه. حق با توه. آه بگیر. چی شده دنیز؟ ببخشید آسین، من خیلی دست و پا چلفتیم، ببخشید. ولش کن، مهم نیست، با آبجی سوزان میگم بیا تمیزش کنه. نه آسین جون، لازم نیست، من خودم پاکش میکنم. باشه تو ولش کن، این قاشقو بگی بخور، من استفادهش نکردم، بیا. باشه ببین. باشه این قاشقو بگیر، بی خیالش بگیر باشه دیگه. باشه آسین، باشه. چی لطفا بخور دنیز، لطفا. آسین تو داری چی کار میکنی دنیز؟ آسین معذرت میخوام، فکر کنم باید آبجی سوزان رو صداش کنم، چون من نمیتونم اینجا رو تمیز کنم. اوه